اولین ما رهبر شیخیا بود. شاه دختر اشرف گفت که باید بشی رئیس سازمان زنان. از قانون مهمتر این است که استقلال اقتصادی باشه برای زنان. سازمان زنان در سطوحی که مربوط به تصمیم گیری بشه، همه اینا سوژه های مختلفی است که داره روش کار میشه. نقشی که شهبانو فرح بازی کرد یک نقش واقعا فوق‌العاده‌ای بود که این همه سال مملکت رو هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی حضور زن ایرانی رو آورد به طرزی که باعث افتخار هممون میشد. یک بار این زن دست از پا خطا نکرد، یک حرکت که سبک باشه یا ناآشنا باشه یا متمدن نباشه یا در ضمن ایرانی نباشه نکرده. سعادت فوق‌العاده‌ای برای ما بوده به عنوان یه ملت، برای اینکه نه تنها نقش ملکه ایران رو به بهترین وجه بازی کرد، بلکه نقش زن ایرانی رو به عنوان عضو خانواده، به عنوان زن یک آدم مسئول و به عنوان یک آدم خیرخواه ملت، یه مدل بی‌نظیر برای یک زن خوب، آدم خوب و هست. کنفرانس جهانی زن در سال 1975 در مکزیک اولین کنفرانس جهانی بود که در قرن 20 صورت گرفت که 3 کنفرانس بعد هم ادامه دادن این برنامه رو، ولی مکزیک مهمتر بود برای اینکه اولی بود و الگویی میشد برای بقیه. اهمیتش در این بود که دولت‌ها مجبور شدن تمام تمرکزشون روی نقش زن در جامعه خودشون باشه و راه حل‌هایی برای واقعی شدن مشارکت زنان پیش می آمد. وقتی کنفرانس مکزیک پیش آمد، وزارت خارجه ما و دلگیشن ایران در سازمان ملل که رئیسش والحضرت اشرف بود خیلی آماده بود برای شرکت در اون. خدمات والحضرت اشرف واقعا بین‌المللی بود، یعنی نقشی که ایشون به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل بازی کرد واقعا یه نقش فوق‌العاده‌ای بود. بدون اون امکان پذیر نبود که ما بتونیم توی مکزیک این کارهایی کردیم بکنیم. شاه دختر اشرف اینو به وجود آورد، خیلی کمک کرد در سطح بین‌المللی. خانم هلوی سیپیلا که شد رئیس اون کنفرانس، در واقع تونست به ما کمک کنه در پیشبرد هدف‌های ایران، و هلوی سیپیلا کمک کرد که ما بتونیم کمیسیون آماده سازی برای کنفرانس مکزیک رو درش نقش مهمی داشته باشیم. شاه دختر اشرف رئیس اون شد و من نماینده ایران بودم. تونستیم پیشنویس برنامه جهانی عمل رو برای کنفرانس مکزیک اونجا مطرح کنیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اون برنامه جهانی عمل رو که تصویب کرد تقریبا درافت کامل ایران بود، و در نتیجه ما همون الگویی که خودمون پیشنویسش رو تهیه کرده بودیم در سطح جهانی تصویب شده رو بردیم به دولت خودمون که از طریق ما اینو مطرح کرده بود، و گفتیم خب حالا که برنامه جهانی این هست همونو ما در سطح ملی انجام میدیم. این
عکس مراسمی است که به مناسبت سال جهانی زن که سازمان ملل سال 1953 رو به این منظور اعلام کرده بود، این عکس رو ما در اون زمان گرفتیم که در تمام استانهای ایران به مناسبت اون سال ماهی یک سمینار مفصل در ارتباط با اینکه زنان اون استان کجا هستند انجام میشد. سال 1975 اولین فستیوال سینمای زنان در خاورمیانه، یعنی در ممالک در حال توسعه، در ایران تشکیل شد. خوشبختانه ما با هر کسی که در سطح جهانی کار فیلم سازی میکرد در زمینه مسائل زنان نوشتیم، با اشتیاق عکس‌العمل نشون دادن، فیلم فرستادن، تعداد قابل توجهی فیلم‌های درجه یک برامون فرستادن و خیلی فستیوال موفق و خوبی بود که یه عده از مردم رو که به سینما عقیده و علاقه زیادی داشتن جلب کرد به سازمان، که در زمینه‌های دیگه ممکن بود براشون اونقدر کارای ما جالب نباشه، که از طریق فیلم وارد ایده‌های مربوط به آزادی زن و مساوات داشت مطرح می‌شد. مجمع عمومی سالیانه سازمان زنان داشت دنبال می شد که تمام نمایندگان از اطراف می آمدن و من رفتم اونجا و آقای هویدا گفتن که من می خواستم که از شما دعوت کنم که با عنوان وزیر زنان در کابینه شرکت کنیم. و من یه مقداری داشتم فکر می کردم، دیدم آقای هویدا یه ریز چیز شده که چرا اینقدر دارم طول می دن. گفتم بله بله حتما با کمال میل. تنها مملکتی که قبل از ایران وزیر مشاور در امور زنان داشت فرانسه بود، با خانم فرانسوا ژیرو که یه سال قبلش آمده بود به ایران و با هم رفتیم به چهارمحال بختیاری و یه مقداری از سمت جدیدش صحبت کردیم. اولش من از سازمان زنان اومدم کنار، ولی دو تا از معاونینم کار منو انجام میدادن. سازمان زنان رو به عنوان مشاور، به عنوان محقق، به عنوان کسانی که تجربیات رو منعکس میکنن کاملا در تماس بودیم و با هم کار میکردیم، که فرمول خیلی خوبی بود. که البته درست بعد از این یه اتفاقی افتاد که یه شوک خیلی بزرگی بود. دعوت داشتم که برم به دفتر سیاسی حزب رستاخیز راجع به مسائل زنان گزارش بدم و خب من یه برنامه رو حاضر کرده بودم و اینجوری شروع می شد که دولت ایران در تمام زمینه‌های مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان امضا کرده تمام اون اسناد بین‌المللی که در این زمینه تعهد خیلی وسیعی رو برای مملکت ما ایجاد می‌کنه، ولی در زمینه مسائل زنان خیلی راه در پیش داریم تا به جایی برسیم که تعهد کردیم باید برسیم. و شروع کردم بگم که مشکلات زنان ایران چیه در یک لحن خیلی رادیکال و خیلی فمینیست. و آقای هویدا، اون هویدایی که من میشناختم نبود، حرفش این بود اصلا همچین چیزی نیست که شما دارین میگین، این تصویری که دارین از وضع زنان در ایران میدین بسیار منفیه و ما تحت توجهات اعلیحضرت امامی و انقلاب سفید پیشرفت‌های وسیعی کردیم. هویدا خیلی آگاه بود از عکس العمل‌های گروه‌های مختلف محافظه‌کار، به خصوص روحانیون و همچنین مردم عادی، که البته ما فکر می‌کردیم پیش خودمون که ما داریم این کارو می‌کنیم و به نسبت فمینیست‌های جای دیگه ما خیلی محافظه‌کار بودیم در بعضی زمینه‌ها، ولی آدمی که سیاستمداره می‌دونه چه مشکلاتی هم در پیش هست. بعد از شوک اولی که به من داد و من یاد
گرفتم که چه کارایی میشه کرد چه کارایی نمیشه کرد، دیگه خیلی همراه بودم. و خب یکی از کارهایی رو که ما تونستیم به مرحله عمل برسونیم که بیشتر به خاطر این بود که این سمت شناخته نشده بود و معلوم نبود که حدودش کجاست، ما گفتیم چون مسائل زنان به همه مسائل مملکتی مربوط میشه، باید هر طرحی که میاد برای هیئت وزیران و هر لایحه‌ای که میاد به هیئت وزیران باید از دفتر وزیر مشاور در امور زنان رد بشه. خب اونا هم گفتن بلکه باید اینطوری باشه، چون میدونی دلیل نبود که نشه. بدونیم که میزبان آقای کارتر و خانم رئیس جمهور باشم، یه فرصتایی بود که باشون صحبت کنم، امکاناتی بود که بشه دید عکس العملات چی هست. بعضی وقتا با دوتاشون بودم، بعضی وقتا با رازلین بودم که مثلا بردمش به موزه فرش یا به بعضی از موزه ها یا جای دیگه که برای دیدن میرم. همه جا واقعا یک حالت دوستی خیلی نامعمول، یعنی بیش از حد که آدم انتظار داره از دوتا رئیس دولت، و یک احترام عجیبی که آقای کارتر برای شاه نشون میداد. ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. مثلا شب مهمونی آقای کارتر گفته بود که شاه ایران چه نقشی رو داره در منطقه و از نظر امریکا تا چه حد مورد تقدیر و مورد احترامه، و اینکه خودش بگه که من به عنوان دوستی بهتر از شاه ایران در این منطقه، نه فقط فکر می‌کنم حتی وسیع‌تر از منطقه، و هر وقت که احتیاجی داشته باشم به مشورت و نظرخواهی با ایشون اولین کسی است که باش صحبت میکنم. بعد از اینکه جلسه رسمی تموم شد، یه مهمونی کوچیک خانوادگی بود، فکر می‌کنم مثلا 30 نفر یا همچین چیزی بیشتر نبودن، یکی همراهان آقای کارتر بودن که وزرا بودن، آقای برژنسکی، آقای ونس، اردشیر زاهدی و چند تا از خانواده شاه و ملک حسین، و خیلی گرم و خیلی دوستانه. و بعد آقای کارتر هم که قبلا گفته بود که من جایی رو سراغ ندارم که بیش از ایران بخوام باشم در اونجا وقتی که سال نو رو جشن میگیریم. خلاصه این خیلی جالب بود که درست یک سال و دو هفته بعد شاه و ملکه ایران رو ترک کردن. سواک با ما اصلا میونه نداشت، برای اینکه فکر میکرد ما یه عده‌ای رو داریم موبیلایز میکنیم و یه عده‌ای رو داریم عصبانی میکنیم، روحانیون، محافظه‌کاران، بدون اینکه یه قدرت واقعی و یا حمایتی بزرگی رو بیاریم برای حکومت. ما مردم ترین کردیم که یک نفوذ مدنی مثبت داشته باشن. آموزش نمیدادیم که از حکومت دفاع کنن یا از سلطنت دفاع کنن یا چیز اونجوری. پیام داد
داشتیم از شاه، ما یک برنامه داشتیم پیش آقای آموزگار راجع به عمران جنوبی شهر. بعد از جلسه آقای آموزگار به من گفت که بمون اینجا، پیغامی از علازت دارم میخوام به تو بدم. همه اونا رفتن بیرون، من موندم. آقای آموزگار گفت که من میخوام پیام رو عین جمله علازت رو بگم. بعد اومد برداشت چیز کاغذ رو گفت، علازت فرمودن به افخمی بگو سازمان زنان ایران پشیزی ارزش نداره. گفته بود چرا هیچ کار نمی کنین؟ آخه کجاست این زنان شجاع؟ خب حق داشت. دلیل اصلیش این بود که تظاهرات شده بود و تظاهرات دانشجویان که گفته بودن مردان و زنان باید سوا از هم تو کافتریا باشن یا کلاس ها و غیره. یه سال خورده قبل از انقلاب گفت که یه همچین اتفاقی افتاده، فکر میکنیم ما چیکار کنیم؟ من گفتم بله من نمیدونم، من تعجب میکنم که این همه سال تو دانشگاه بودم، اصلا هم چیزی امکان پذیر نیست که دانشجو بره بگه دختر و پسر ها از هم سوا بشنه. عکس در مراسمی که به مناسبت نوروز برقرار شده بود طبق رسم اون زمان، در این مراسم که شرکت می‌کردم شاه روبروی من ایستاده بودن و صحبتی رو پیش کشیدن. خیلی تعجب کردم به اینکه هیچ وقت صحبت نمی‌کردم. گفت که ببینم این زنایی که شما دارین در مطبوعات راجع بهشون صحبت می‌کنین و در وسایل ارتباط جمعی که چه شجاع هستن، چه نمیدونم میتونن دنیا رو زیر رو کنن، اینا کجان حالا که این گروه ها پاشدن میگن که اینا باید برن تو چادر و باید برن سوا و اینا. بعد هنوز من داشتم خودم جمع میکردم که یه چیزی بگم، رد شد رفتن که بعد اومد همکارای ما اومدن که ببینن چی گفت. من گفتم که والا این چیزا مسائل مملکتیه و من نمیتونم افشا کنم. بعد خندیدن و تموم شد. یعنی این نیست که ما وقت اینی که زیربنای سیاسی درست کنیم برای چیزی نداشتیم دیگه، میدونیم نه احزاب هنوز داشتیم که بتونیم از طریق احزاب کار کنیم، نه خودمون پرداخته بودیم به مسائل روزمره سیاسی. نخست وزیر میتونست کابینه خودشو انتخاب کنه و چون این وزارتخونه نبود، وزیر مشاور بود، اون وزیر رو انتخاب نکرد آقای شریف امامی. در نتیجه نبود که منحل بشه، وزارتخونه نبود که منحل بشه، ولی اون سمت وزیر مشاور بس دیگه ادامه پیدا نکرد. The post of Minister of State for Women's Affairs vanished. I talked to Mrs. Afkami, who now heads the Women's Organization of Iran. Now, is the disappearance of that place in the cabinet related to the current political upheaval, some people thinking that the women's movement is going too fast? Well, on the face of it, no, because when Mr. Sharif Emomi formed his cabinet, he changed all of the ministers of state, the one dealing with economic problems as well as myself dealing with social problems, and it's normal that the prime minister would want his own closest aides to be among people that he wishes to choose. So on the face of it, not necessarily. But of course, there is a movement in the country which is a very conservative movement, and there is some reaction, possibly strong reaction, to the kind of progress which has been going on in the country and relating very closely to what has happened to women, which has been a tremendous change and progress and upheaval. I want to check something out with you that I've been told, and that is that women on university campuses, women involved in politics, are receiving threats to try to discourage the participation of women in the political system. Do you have it very much, yes. There is the rumors in this regard everywhere. It is to be felt in the atmosphere that there is
a great deal of stress specifically on the role of women and a great deal of reaction in that area. Now, you're heading the Iran Women's Organization. Do you get here, or any of your workers get any pressure or threats? Yes. We have bomb threats from time to time. Like last week, for instance, they told us that they had planted a bomb in this headquarters, in our centers throughout the country. There are sometimes threats of the sort that the women are pretty terribly brave. حرکتی برای آروم کردن انقلابیون به اصطلاح. فقط این نبود که وزیر زنان وجود نداشت، در زمینه‌های مختلف این اتفاق افتاد. مثلا همون تبلیغاتی که در مجلات شروع شد. یه مقاله در مجله زن روز چاپ شد که خیلی عجیب بود، چون ما با آقای دوامی که مجله زن روز رو چاپ میکرد همکاری داشتیم. واقعا یه حملات شدیدی به سازمان زنان، به شخص من، مثلا نوشته بودن که من در بازدید هیئت دولت از بلوچستان، من با یک بلوز نازک ولی چکمه، حالا چطور هم چکمه پوشتم هم بلوز نازک، اون یکی از مسائل بعد دارم به زبون انگلیسی با زنان بلوچی حرف میزنم و ویسکی میخورم. خانم وجدی که مسئول خبری سازمان بود پرسیده بود از آقای دوامی که جریان چیه، شما چطور یه دفعه یه همچین موضعی رو گرفتین؟ ایشون گفته بود مقامات امنیتی گفتن که موضع دولت این است که باید سازمان و مسائل زنان رو تا اونجا که ممکنه ازش فاصله گرفت و انتقاد کرد. تلفن کردم با آقای شریف امامی، گفتم اینجوری گفتن این مقاله توهین‌آمیز چاپ شده و اونها میگن که موضع دولت حمله به زنان و حرکت زنان هست. شو گفتن نه بابا، همچین سیاستی اصلا وجود نداره، کسی چیزی به کسی نگفته، من غیر ممکنه ما موضع ضد زن بگیریم. کارم که در کابینه تموم شد، خب کار سازمان زنان رو ادامه دادم و البته خیلی زود بعد از اون اومدم به امریکا که با سازمان ملل مذاکرات راجع به قرارداد ایجاد مرکز بین المللی آموزش و تحقیق راجع به زنان به اتمام برسونم و بعد به من گفتند که بهتر برنگردم ایران. چند روز قبل از اینکه برگردم به ایران، یه روز صبح شوهرم بهم تلفن کرد و گفت با الیاسر شهبانو صحبت می‌کرده و ایشون پرسیدن که من کجام و اون گفته که من امریکا هستم، نیویورک دارم با سازمان ملل مذاکره می‌کنم و کارم تموم شده و دارم برمیگردم و ایشون گفته که حالا بهتره که اون فعلا ادامه بده در نیویورک، که معلوم بود که یعنی ایشون میگه که بهتر من بر نگردم. ایجاد تنها تیوکراسی، یعنی حکومت صرفاً و کاملاً مذهبی که در دنیا در طول تاریخ به وجود اومده، این انقلاب ایران بود و ولایت فقید. اون چی که سازمان زنان انجام داده بود، اون چی که همه زنانی که از زمان انقلاب مشروطیت زحمت کشیده بودن به نتیجه رسونده بودن، قدم به قدم، اولین کاری که آقای خمینی کرد وقتی به قدرت رسید قانون حمایت خانواده رو منحل کرد، بعد مسئله حجاب رو مطرح کرد و بعد همه قوانین دیگه که به نتیجه رسیده بود به طور کلی از بین رفت. یعنی ما برگشتیم به قرن 19، یعنی اون چی که عملی کرد چیزی بود که میخواست در زمان انقلاب سفید به اجرا در بیاره و موفق نشد. یعنی ایده همون بود و برنامه همون بود. حکومت مذهب رو در تضاد فرهنگ و ادب ایران شکل داده بود. تنها کسی که میتونستم روش حساب کنم والازد اشرف بود.
یا رستمی و بیزایی و یا مرجویی در امریکا براشون برنامه گذاشتیم.